توی شبکه جالب اساسی در مورد فلسفه شبکه در مورد شبکه‌ای رو باید انجام بدیم چه کاری که این شبکه باید انجام بدیم تا پایان این ویدیو رو با من همراه باشید صحبت در مورد خرافاتی که به اسم ثواب و کار نیک توی شبکه توصیه شده هم انجام دادش با ما همراه باشید صحبت های آقا میری رو میشنویم. سلام دوستان، سلام بر خودتون باشین، خیلی خوشحال هستم، خیلی خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب با نزدیک شدن به شب‌های قدر، حسن آقا میری صحبت‌هایی رو در مورد فضیلت شب قدر انجام داد و گفت که خیلی از افراد اعمال درستی رو در این شب انجام نمیدن. خیلی از روش‌ها توی عرف جامعه ما روتین شده و هر سال افراد این کارها رو تکرار میکنن بدون اینکه هیچ فضیلتی توش باشه. میان یه متن عربی از یه دعا رو میخونن بدون اینکه هیچ درکی از حتی خود اون متن داشته باشن، بدون اینکه بدونن کار درست توی این شب اینه که فقط تفکر بکنیم. حتی شده به یه آیه قرآن، حتی شده به یه فراز از دعای جوشن کبیر. اینکه خیلی ها مسابقه میذارن سر ختم قرآن، سر اینکه دعای جوشن کبیر رو سریع بخونن یا دعاهای بیشتر و عبادات بیشتری رو توی ماه رمضان و به خصوص شب قدر انجام بدن. اگه میخوای ببینی که شب قدر رو درک کردی، ببین اعمالت بعد از شب قدر چه فرقی داشته. ما هممون ده ها شب قدر رو شاید درک کرده باشیم. طرف که 30 سالشه و 30 تا شب قدر رو درک کرده، چه تغییر رفتاری توی این 30 سال توی رفتارش به وجود اومده که بخواد برای خودش یا جامعهش مفید باشه؟ اگه مفید بوده، پس امسال هم شب قدر رو به سبک سالهای قبل برگزار بکنه. ولی اگر مفید نبوده، یه لحظه به خودش بیاد که کار درست چیه؟ حسن آقا میری درباره خرافات و روایت‌های دروغین و اشتباهی هم که در مورد شب قدر بین مردم خیلی مرسوم شده هم صحبت‌هایی رو انجام داد که بریم بدون معطلی این صحبت‌ها رو از حسن آقا میری بشنویم. ببین درست. خب دوستان، این بودش صحبت‌های حسن آقا میری در مورد شب قدر. حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت‌ها راجع به این صحبت‌ها کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. به نظرتون چقدر از صحبت‌های آقا میری درست هستش؟ به نظرتون واقعا خرافاتی رو به اسم دین به عنوان شب قدر و ثوابش و اینا توی ذهن مردم ایجاد کردن که خیلی ها شاید درست هم نباشه؟ حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. امیدوارم که شب قدر خوبی داشته باشید و این شب باعث تحول ذهنی و روحی در شما بشه. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و حمایتتون و سابسکرایب این کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.